جناب مدیر، فکر میکنم که امروز موفق بشم یک دانش آموز رو جذب کنم. بله، بله. باید به استعدادتون برسونم که این هفتمین مورد قربان. هفتمین مورد چی؟ هفتمین دانش آموزیه که امسال بنده جذب آموزشگاه میکنم. خوبه، خوبه. به این ترتیب شما خدمت بزرگی به هفت خانواده کردید. البته باید بهتون بگم که دیگه جا نداریم و نمیدونم آیا میتونیم این تحت الحمایه کوچولوی شما رو بپذیریم یا نه. روز بخیر خانم. روز بخیر. بفرمایید، خواهش میکنم. آقای توپاز، ممکنه لطف کنید کره جغرافیتون رو به من قرض بدید؟ با کمال میل خانم. خانم بارون دیگه بیشتر از این حرفی نمیزنم. خانم محترم، خواهش میکنم بعد از اتهامی چنین ننگاور بیشتر توضیح بدید لطفا. آیا شما انکار میکنید که در کلاس درس شما دانش آموزی به نام ژیگون وجود داره؟ انکار میکنید که دانش آموزی به نام ژیگون وجود داره؟ توپاس؟ بله توپاس. پدر، توپاس، من آخر اصلا بعد حقیقت. چرا؟ حالا که من دارم یه همچین زندگی رو تحمل میکنم، شما دیگه نمیتونید حرفی واسه گفتن داشته باشید. حالا یه احمق پیدا شده داره تکالیف منو سعی میکنه. من چه تقصیری دارم؟ من تو رو به خاطر انجام تکالیف توسط دیگران سرزنش نمیکنم. اصلا این کارم قابل ملامت نیست. اما این ابله به چه دلیل این کار رو میکنه؟ خودش درش سر کار. ببند نیشه تو. مسلمه که راهنمایی تو بر من خیلی ارزشمند. ولی اگر من در مورد ماشین جارو کشی رأی بردم، به خاطر این بود که منم در باره تولت های عمومی به اونا رأی دادم. سرعت عظیمی آیدشون میشه. ببین، من اصلا از این طرز صحبت کردن خوشم نمیاد. سریع هم بگو میخوای سهممو بالا بکشی. من قبل از 1550 اسکناس هزاری میخوام. روز شما بخیر خانم. روز بخیر آقای توپاز. دوست عزیز، اجازه بدید آقای توپاز رو که همین الان داشتیم در موردشون صحبت میکردیم خدمتتون معرفی کنم. آقای کاستلبانان از دستندرکاران بزرگ امور تجاری. بسیار خوشبختم قربان. موضوع عبارت هست از انجام اموری، چطور میشه گفت، نه چندان مشکل بلکه حساس. ببخشید وقت بنده توان انجام این امور حساس رو دارم. چرا که نه؟ آی توپاز، میتونم از شما خواهش کنم بیستید؟ بله، چشم. حالا بچرخید. پس سرنوشت شما به سرنوشت اون بسته است؟ بله آقای توپاز، بله. خدای من، خدای من، شما و همدستی با این تبهکار. متاسفانه همه اون چیزی رو که من میخواستم فردا برای شما توضیح بدم الان خودتون فهمیدین. بله؟ آقای اومدن به نام میوش که میخوام با آقای مدیر ملاقات کنن. اسکار میوش؟ بله، اون همراه با یه خانم جوونه. ارنستین، خدای من، ببینم چی گفتن؟ هیچی، اون منتظره. با چه حالتی؟ جدی و خشن به نظر میرسه. جدی و خشن؟ خیلی؟ بله، وفه مرتبا قدم میزنه. ببخشید، بهشون بگید که من اصلا نیستم. باشه. عذر میخوام، فقط
کمی با ملایمت و مهربانی بفرمایید. بله، من عادت دارم. آه بله. ارنستین میوش، خدای من، ارنستینم باشون بوده. بله، اون گفت که بر میگرده. آه بر می... ببینید، یادتون باشه که هیچ وقت نباید بهشون وقت ملاقات بدید. بله. درست؟ شما که از مقررات مطلع این، درسته؟ بله. آره. پس هرگز به هیچ کس وقت ملاقات نمیدین، درسته؟ بله آقا، هیچ کس. هیچ کس هرگز. تن بی جان او بر پیکر خاک، به قابیل دوخته بود چشم ملامت، و در این اثنا قابیل... بله؟ 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 آقای توپاز؟ شما از کجا زنگ میزنی؟ وجدان ملت؟ نه، نمیدونم، بعید میدونم که ایشون وقت ملاقات بدن. بهتره که به خودتون زحمت ندین. بله، بله، متشکرم، خدا حافظ شما. روز بخیر آقای توپاز. روز شما بخیر خانم. حالتون چطوره؟ سپاسگزارم، خوبم خانم و از توجه شما بسیار بسیار ممنونم. خب مسلما اگه به توجه نداشتم مدیریت این معاملات بزرگ رو به تو واگذار نمی‌کرد. بنده خودم رهین منت شما میدونم خانم. شب کجا شام می‌خورید؟ شب توی اتاقم. بله. عجب. مهمون؟ آه نه نه، تنهایی و تفکر. پس شبو با ما شام میخورید. با شما؟ کاستل بناک و چند تا دوست دیگه هم هستن، سرگرم میشین. آه خانم ببخشید، اگر که اجازه بدید بنده دعوت شما رو نپذیرم، چون نمیخوام که کسی رو ببینم. رد میکنی؟ خانم بنده دیگه گپی برای گفتم با شما ندارم. درسانی، شما از اون لذتی نمیبرید. چتون شده شما؟ چیزی نیست، هیچی. میدونید که کاستل بناک خیلی نگرانتونه؟ ایشون خیلی لطف دارن، ممنونم. اون فکر میکنه یه کمی لاغر شدی. به نظر منم بیحالی. آقای کاستل بناک زیادی حساسن، بله. چطور شد آقای توپاز؟ نمیتونید خودتون رو عادت بدید؟ خانم، بعضی چیزا هستن که آدم ها هیچ وقت نمیتونن بهش عادت کنن. ولی بهتر این رو بدونید که من دوستتون هستم. بله، مسلمن. خب پس موضوع چیه؟ موضوع؟ موضوع اینه که خانم، من همه چیزو فهمیدم. 42 روزه که من توی این دفترم و 23 روزه که فهمیدم شما منو مسخره کردیم. خب مسلمان اگه بخوای به این لحن ادامه بدی مجبور میشم مسخرت کنم. روز 13 آوریل ساعت 7 شب من خونه شما بودم، چون منو به شام دعوت کرده بودیم. من تو سالن کوچیک منتظر بودم که از پشت در شیشه‌ای گفتگوی هولناکی رو شنیدم. هولناک؟ نفرت انگیز. اما برای من بسیار پرمعنی. آقای کاستل بناک از شما پرسید. عزیزم،
برای چی این ابله مهربان رو دعوت کردی؟ و شما گفتی این ابله مهربان مفیده و باید رامش کرد. اون ابله مهربان من بودم خانم. اما کلمه عزیزم به اندازه کافی در مورد شما و ارتباطتون اطلاعات کافی به من داد. خب با این افکال استحقاقشو داشتی که ازت پنهان بشه. شما اعتراف میکنید شما اون مرد رو دوست دارید که چی؟ خدای من، فکر میکردم خیلی با نزاکت تر از این باشی. خانم شما چطور میتونید که شما منو تو دام انداختید؟ به هیچ وجه. این قضا و قدر بود که درست زمانی که من به کسی احتیاج داشتم تو رو توی مسیر من قرار داد. منم فقط به خاطر محبتی که به شما داشتم این پیشنهاد رو بهتون دادم. اگه شما نسبت به من محبت داشتید بهتر بود همون روز منو تو رود سن مینداختید. بله شاید بعد این کارو میکردم، ولی وقتی شما پذیرفتید من به خاطر حرفای شما اونو پذیرفتم، در حالی که سرمست از داستان بی سر و تهی بودم که شما اونو به من باوروندید. و من فکر میکردم که شوالیه شیردلی هستم که برای نجات زیبای دربند برگزیده شدم. من در رویا زندگی میکردم خانم، در فضایی از شعر و جنون. اما 13 آوریل ساعت 7 شب دوباره پا بر زمین گذاشتم، پا بر زمینی که پر از گل و لای و لجن بود. طبق گفته رژیس در عرض 1 ماه گذشته 32,000 فرانک درآمد داشتی، چیزی که به خوابت هم نمیدیدی. دیگه از چی شکایت داری؟ از وجدانم. پس راحتش بذار. اون منو رها نمیکنه، دنبالم میکنه، تعقیبم میکنه، در تنگنا قرار میده. سنگینی اعمالم منو در هم میشکنه. من اینجا زندانی شدم، احساس میکنم دنیا منو محاصره کرده. امروز صبح بر حسب اتفاق رفتم کنار این پنجره، از این پنجره خم شدم تا عبور 3 ماشین جاروکشی رو که اسم منو بر پیشونیشون داشتن نگاه کنم. سیستم توپاز، انعکاس نور خورشید بر این تصویر مشعشع منو وادار کرد که پنجره رو ببندم و به عقب برگردم. اما صدای اون ماشینا هنوز به گوشم می‌رسیدن. میدونی چی میگفتن؟ کارچکان. و بروسای مورب در تماس با سنگ فرش خیابان نجوا میکردن. توپاز کلا بردار. توپاز بیچاره؟ دیوانه شدی تو؟ باید در مورد خیال بافیات با کاستل بناک صحبت کنم. چه فایده؟ خودم میدونم که اینا اوهامی بیش نیستن، اما شب و روز رهام نمیکنن. خب چون خودتو مثل یه زندانی اینجا محبوس کردی، از موقعیتت استفاده کن. تو پس با مردم حشونش داشته باش، بیرون برو. بیرون برم؟ آره. شما فکر میکنی من در وضعیتی هستم که بتونم نگاه مرد شرافتمندی رو تحمل کنم؟ برفرض که نگاه مرد شرافتمند چیز خاصی هم توش باشه، این نگاه زیاد نیستم. مثل اینکه واقعا دیوانه شده. تو باز تو حالت خوب نیست، بهتر بری چند هفته ای استراحت کنی. من با کاستل بناک صحبت میکنم، برو استراحت کن. من همینجا میمونم، همینجا میمونم و منتظر میشم. منتظر چی تو پاس؟ منتظر اون چیزی که باید اتفاق بیفته.
لامون دادی؟ من دیگه حتی جرأت این کار رو ندارم. چون اگه شما رو لو بدم خودم هم به رسوایی کشیده میشم. ترسانی من شما رو لو بدم خانم، شما رو بسته دیگه تو پاس، چرا منو لو ندی؟ لطفا خودتون رو به اون راه نزنین. احساسی که من از شما پنهون میکنم شما مدتها پیش اونو فهمیده بودین و با مهارتی شیطانی اونو به کارش گرفتین تا منو به دام بندازین. حالا ببینین حماقت من تا کجا کشیده شده. من همه چیزو میدونم اما این احساس در من هنوز نمرده و توی این بدبختی این تنها حلاوتیه که برای من مونده. شما دیوانه هستین ولی گهگاهی حرفای قشنگی میزنی. حرفای قشنگ میدونستم بالاخره یه روز این قضیه رو میفهمی ولی نمیدونستم چی کار میکنی. چی کار میکنم؟ ببینید من لاغر شدم، این تنها کاری بوده که میتونستم بکنم. دوست بیچاره من، ای کاش میدونستی که بعضی وقتا چقدر تأسف میخورم. نه 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 خانم، نه شما تأسف نمیخوری، چون این چیزی که میخواستید به دست آوردید. بازیچه رام و مطیع، این رذل کثیف و دوست دارین، این پست متکبر، این دمل سیاسی که روزی شاهد آب شدن پیکر فربهش زیر آفتاب سوزان اعمال شاقه خواهیم بود. خیر، اولا اون به اعمال شاقه نخواهد رفت. تو دچار توهم شدی تو پاس. چرا در خدمتشین؟ خب چون زندگی آبرومندی برام فراهم میکنه. خب اگه اون فقط حامی شماست پس شما کیو دوست دارین؟ هیچکس. هیچکس؟ شاید شما در اوایل جوانی دچار شکست عشقی شدین؟ خیر، هیچ وقت عشق برای من معنی نداشته. یعنی شما هرگز دل نداشتین؟ من هرگز وقت نداشتم تو پاس. من انقدر اشتغالات فکری داشتم که وقتی برای این چیزا برام نمیمونده. فکر کردی همه مثل خودت خوششانسن؟ خوششانس؟ آره؟ پول بدون اینکه فکرشو بکنی اومد توی دستات، ولی تو حتی نمیتونی ازش استقبال کنی. اما من باید اونو به چنگ میآوردم تو پاس. برای تک تک راههایی که رفتم شبانه روز نقشه کشیدم، جون کندم. برای چی من محکوم میکنی؟ فکر کردی اگه توی سن 20 سالگیم یک مرد میومد خواسته باریم که پول دار بود بهش نمیگفتم؟ قسم میخورم که نه نمیگفتم. هم به خیالت خواسته بارای من کیا بودن؟ پسر یه نلبند، یه کنترلچی تراموا، یه روزنامه فروش که اگه زنش شده بودم الان یه پیر زن بودم، با موهای سفید، دندونای زرد، دستای پینه بسته. با این حال خانم پول خوشبختی نمیاره. بله، ولی خوشبختی رو واسه کسایی که اونو به چنگ میارن میخره. تو باز هیچ دلیلی هم نداره که من اینا رو واسه تو توضیح بدم. اصلا نمیدونم چرا اینا دارم واسه تو میگم. خانم شاید نسبت به بنده لطف دارین. آره محبت دارم، لطف دارم. بارها بهت گفتم، حقیقت هم گفتم. خانم
خانم شاید یه روزی این لطف و محبت من در وجود تو سادگی و اصالت پدرم رو دیدم. اونم مثل تو شغل حقیری داشت، حقیرتر از شغل تو، ولی وظایفش رو با وجدانی قابل تحسین انجام میداد. ولی میدونی چی شد؟ در فقر مرد تو پاس. پدر من در فقر مرد. اگه میدونستی من در درون خودم چه جرأت و چه توانی. چی میگی عزیز من؟ تو دچار توهم شدی؟ حرفای ماشین جاروکشی رو میشنوی؟ این جالب هست ولی قابل اطمینان نیست. حالا هم اگه این بحرانت سپری شده و این مسخره بازی ها تموم شده، بلند شو زندگی کردن رو یاد بگیر. منم سعی میکنم تا اونجایی که بتونم بهت کمک کنم. قبل از اینکه بیاین نسبت به شما بغض و کینه داشتم، ولی الان فکر میکنم که حتی بعد از این حرفایی که هیچ امیدی برام باقی نذاشتم، شما رو به خاطر اون بلاها و بدیهایی که به سرم آوردین از صمیم قلب میبخشم. این خوبیه، بدی نیست. نه چون که اینو با حسن نیت انجام دادین، الان میخوام شما رو در جریان یک مسئلهی بذارم که از شما مخفی نگه داشته بودم و اون مسئله. روز بخیر آقای توپاز. روز بخیر جناب معاون. خبر تازه؟ خیر قربان، خبر تازه نیست. کسی اینجا مراجعه نکرد؟ نه خیر جناب معاون. شخصی به نام روبیزوله میاد پیشت و تو شخصا قراردادشو امضا میکنی، اما چون اولی معامله توه من ترجیح دادم که یک قرارداد ساده تری رو برای تنظیم بکنم. شما لطف دارید جناب معاون. روبیزوله این هفته میاد اینجا. اون صاحب رستوران بزرگ سوئیسه. سال گذشته سرویس‌های بهداشتی ما در مقابل تراس این رستوران بناهای عظیم فلزی رو تأسیس کردن، به طوری که خاطره امپراتور وسپاسین جاودانه میشه. چه جاله. هر چه تابستان نزدیکتر و هوا گرمتر میشه، این بنای امپراتوری تراس رستوران رو کورتر میکنه و مشتریای اون پراکنده میشن. روبیزوله به همین دلیل میخواد منو ببینه تا سرویس های بهداشتی رو از مقابل این تراس بردارم. البته من بهش گفتم که فرصت رسیدگی به این امر رو ندارم، بهتره که به آقای توپاز مراجعه بکنه. میاد پیشت، تو بهش اطمینان میدی که میتونی این کارو بکنی. بله. اما در مقابل هزینه هایی رو باید بپردازه که حدود مبلغ 10,000 فرانک باید به حسابت بریزه. اما ببخشید جناب معاون، این مبلغ رو به چه بهانه‌ای باید توجیه کنی؟ تو توجیه نمی‌کنی، بلکه طلب می‌کنی. ایشون هم مبلغ 10,000 فرانک به حسابت می‌ریزه و من بنای امپراتوری رو از مقابل تراس برمی‌دارم. اونو می‌گذارم در مقابل رستوران آقای برتیو. یه رستوران دیگه. وقت ببخشید اون آقای برتیون وقت چی میگن؟ همین داستان تکرار میشه. آقای برتیون به تو مراجعه میکنه و تو طلب 10,000 فرانک میکنی و ایشون به حساب تو میریزه و بعد نوبت افراد دیگه به همین ترتیب. و قبل از اینکه این پروژه این منطقه رو دور بزنه، یه چیزی حدود 300,000 فرانک ما به جیب میزنی. معامله مطمئن، سرگرم کننده و عملی، و شاید تا پایان سال ما بتونیم 5-6 رستوران رو همینطوری دور بزنیم. خنده‌دار نیست؟ بخند دیگه، بخند. خب ببخشید، اون وقت لازمه که بنده مسئولیت این دیدار رو به عهده بگیرم؟ تو پاز عزیز، قطعاً تو باید این کارو بکنی. 2 ماهه که مشغول به کار هستی، ولی هنوز
کار موثری انجام ندادی. البته که من فکر میکنم به تنهایی امضای تو برای من کافیه، اما حیفه که تو بلا استفاده باقی بمونی. تصمیم گرفتم خودم شخصا آموزشت بدم تا بتونی پول بیشتری به دست بیاری و سال آینده که خودم به عنوان نماینده مجلس انتخاب میشم بتونم از تو به عنوان یک شخص توانا و فعال استفاده بیشتری بکنم و کارهای بزرگتری انجام بدم. بسیار متشکرم جناب معاون. به من دیگه معاون نگو. بگو رئیس. بله جناب رئیس. خب به شهردار زنگ بزن بگو چک ماشینای جارو کشی صادر شده یا نه. سریع. اونا رو فرستادن قربان. کجاست؟ بله تو کشوه. خب چرا زودتر نگفتی؟ برو برو سریع چه کارو بردار میری بانک جکسون، یه حساب شخصی به نام خودت باز کردم، میخوابونی به حسابت. بله همین الان برم. سریع همین الان. بله با اجازه شما. چند روز چک اومد اصلا؟ احمد رقب افتاده و تو میگی به شاید ما گوه رشید. بانک همین بغله سر خیابون ویلسون. بله بلدم خدا. آقای توپاس سریع. بله بله چشم. خیلی خنگه. خوب میشه. امروز صحنه که انتظارشو داشتیم و اجرا کرد. خیلی وقت فهمیده. ولی عکس العملش از اون چیزی که من فکرشو میکردم بهتر بود. فکر میکنی یه چیزی میشه؟ آره درست میشه. کسی که من نگرانشم اون نیست. روژ کوچولوه. روژ کوچولو؟ مگه دیدیش؟ آره امروز صبح. چی گفت؟ هیچ. یه چیزایی میگفت در مورد اینکه نباید از افراد ناشی در معاملات حساس استفاده کنیم. بعدش هم قسم خورد که اگر مشکلی برای ما پیش بیاد از طرف اون نیست. تو نگران روژ نیستی؟ اصلا. طوری قیافه باجگیرا رو به خودش میگیره که فقط خودخواهی و اعتماد به نفس خودش رو ارضا کنه. خب نمیترسی یه دفعه برای مطبوعات یه چیزایی رو بگه؟ نگران نباش. هیچ روزنامه سطری علیه من نمی نویسه. من بیشتر از اینا تو زد بند روزنامه هستم تا کسی بخواد منو به خاطر خلافام سرزنش کنه. سوزی اسناد و مدارک تو دست منه. خب ولی ممکنه یه نامه بی امضا بفرستی. نه نگران نباش. با روابطی که من دارم هیچی پیش نمیاد. روابط. رژیس من آدمایی رو توی هلفتونی دیدم که وزیر رو تو خطاب میکرد. سوزی اون مربوط به زمان جنگه، ولی الان زندگی جریان عادی خودشو پیدا کرده. تو نگران نباش. میبینمت. خانم بله کاملا واضحه. چون جامعه سالمه فرار از مجازات ممکن نیست خانم، چون کار خلاف بدون هر گونه ترحمی مجازات به دنبال داره. خانم بنده توصیه میکنم اگر یک بار دیگه شانس زندگی به دست آوردین یک راه بیشتر برای زندگی وجود نداره و اون راه راسته. بس کن تو پاس، تو دیوانه ای. منم احمق پنشستم به دیوانه بازی های تو گوش میدم. در مورد اون آدمایی هم که میگی مشکره کرده بودن و شعار میدادن. بله بله شعاراشون هم این بود. تو پازجانی، تو پازجانی، این بی شرمیه، این بی شرمیه، برید پلیس خبر کنید، برید پلیس خبر کنید، ها ها هو هو. وای، بابا پلیس اومده. روز بخیر سرکار. روز بخیر. روز شما بخیر قربان. اگه شما اجازه بفرمایید بنده همین الان آماده میشم. بله بفرمایید بنده. این مسئله از دیروز صبح شروع شد. من مثل همیشه رد میشدم توی اون پنجره کناریه. خانمی رو دیدم طبیعتا مردم جمع میشن کف میزدن.
من گزارشم رو به رئیس کلانتری دادم. رئیس کلانتری گفت این دفتر آقای مهندس توپاز مسئول ماشینای جاروکشیه. اما امروز عصرم اومدم ایشون رو دیدم، ولی تعادل نداشت و آواز میخون. الانم خدمت رسیدم که اینو به استحضارتون برسم. سرکار میشه ازتون خواهش کنم زحمت بکشید خودت بهش بگید بر اون طرف؟ با کمال میل خانم. جناب بنده از اطلاع رسانی از شما بسیار سپاسگزارم. عذر میخوام، این مسئله برای ما پیامدی هم داره. ای بابا چرا نفوس بد میزنی؟ پیامد؟ بله؟ پیرمرد محترمی اومدن که اصرار دارن با شما ملاقات کنن. پیرمرد محترم؟ بله. اسمشون؟ اسمشون رو به من نگفتن. از این به بعد اسمشون رو بپرسین. بفرمایین که بیان داخل. چشم. ممنون. بفرمایید. متشکرم خانم. روز شما بخیر. روز شما بخیر آقا. سعادت گفتگو با آقای توپاز رو دارم. بله بفرمایید. بفرمایید. متشکرم. با اجازه شما. خدمتی از من برمیاد قربان؟ ابدا آقا، بنده نه برای درخواست کمک، که برای ارائه بعضی خدمات خدمت رسیدم. بعضی خدمات؟ من قبلا از شما خیلی خیلی تشکر میکنم، اما مایلم بدونم که شما کی هستید؟ من کیم؟ بله. یک فیلسوف سال خورده که نقطه ضعفش علاقه شدید به دیگرانه. جالبه. و اما اسم من چندان اهمیتی نداره، به اصل مسئله بپردازیم. بله درسته، بفرمایید. شما آقای توپاز پری روز در روزنامه وجدان ملت یه خبری خوندید. بله درسته. بله. در این روزنامه به برخی از معاملات شما اشاره کاملا صریحی داشته. اشاره صریح؟ بله. فکر میکنم که منظورشون از اون معلم مزنون بنده بودم. البته هر چند به خاطر مسئله اخلاقی بنده اخراج نشدم. قبول دارم. بله. قبول دارم. البته باید به روزنامه‌نگاران مجال اندک قلوب و مغلطه رو داد. بله درسته کارش. با این حال یک حقیقته که شما آقای توپاز چند ماشین جاروکشی به نام سیستم توپاز برای این شهر خریداری کردید. این ماشین‌ها ساخت یک شرکت ایتالیاییه و نقش شما در این معامله تنها به عاریت دادن اسم شریفتون با آقای کاستلبوناکه. بله. مدیر این روزنامه شخصا تحقیق بسیار جدی به عمل آورده که در شماره فردا توتر برای خوانندگان افشا خواهد کرد. من این روزنامه رو برای شما آوردم. بفرمایید. ملاحظه بفرمایید. رسوایی آقای توپاز. 4 ستون دلایل انکار ناپذیر. 500,000 نسخه فردا از این شماره در خیابان ها توزیع میشه. 500,000 نسخه. با عکس بنده. ولی جناب
چرا اینا میخوان بنده رو به نیستی بکشونن؟ ای آقا، اولین وظیفه مطبوعات نظارت بر سلامت اخلاقی و افشای سوء استفاده هاست و حتی میتونم بگم این فلسفه وجودی اونهاست. به هر حال شما از این جریان اطلاع پیدا کردید الان. بله بنده از صراحت لهجه و رکوی شما بسیار متشکرم، هرچند که سودی به حال من نداره. شما چیزی ندارید به من بگید؟ نخیر آقا نخیر، چی میشه گفت؟ آقای توپاز، من آقای ورنیکل مدیر روزنامه رو به خوبی میشناسم. شما ماموریتی به من محول نمی کنید؟ به ایشون سلام برسونید و بفرمایید که وظیفه‌شون انجام بدن، بنده دیگه کاری نمیتونم. آقا شما که نمیخواد منتظر باشید تا این رسوایی افشا بشه. آبرو با ارزش‌ترین چیزیه که ما داریم و شایسته هر نوع گذشت و فداکاریه. بله ورنیکل حیوان که نیست، بعضی از کارا رو اون تاثیر میذاره. شما حدس میزنید چیزی نمونده انجام بدید؟ خیلی ببخشید بنده جرأت درک منظور شما رو ندارم اصلا. جرأت داشته باشید آقا، جرأت داشته باشید. آقای محترم، شما فکر میکنید اگه بنده اون کارو بکنم دیگه این روزنامه فردا منتشر نمیشه؟ من قول شرف میدم که تدفین و بطلان بی نظیر براتون ترتیب بدم. بی نظیر؟ یلا کمی اراده داشته باشید، جون بکنید. همین الان؟ راستش هرچی زودتر بهتر. یعنی مقابل چشمای شما؟ البته. پس چی؟ ای بابا بخشید، یعنی ببخشید شما دوست دارید که شاهد جون کندن یکی از هم نوعای خودتون باشین؟ چه کسی شما رو وادار به جون کندن میکنه؟ من اینو به همه میگم، اونا خودشون تن به این کار میدن باز اعتراض میکنن، درست مثل شما. انگار این اعتراض اونا رو تسکین میده. جناب میدونین که این خونسردی شما باعث افتخار نیست؟ بله درسته، بنده خطای بزرگی کردم، اعتراف میکنم، بنده به اون اقرار میکنم، بنده مستحق مجاز... چه خبره؟ آه ببخشید، ایشون به اسرار ما متاسفانه پی بردن و میخوان که ما خودکشی کنیم. شوخی میکنه؟ ابدا، من میخواستم که سوء استفاده که شما کردید رو بپوشونم. سوء استفاده؟ چقدر؟ 25,000 فرانک. آه ببخشید. ساکت باش، بشین. آب ورنیکل میدونه که من تو این کار دست دارم؟ بله بله، ولی گفتن به آقای توپاز مراجعه کنم. خب اون آدم احمقی نیست. خانم روزنامه یه وجدان ملت برای من بگیری. متشکرم. اولین باریه که ادعای حق رو سکوت میکنی؟ آیا من قیافم به تازه کارا میخوره؟ من اولین کارم با مسئله پاناما شروع کردم. چه پروژه عالی. متشکر. فکرشو بکنید، وزرا، نمایندگان، همه انسان‌های نیک، من بدون این که حرف رکی که بشنوم 40,000 فرانک به جیب زدم. با این حال هنوز قیافه مناسبی هم موقع نداشتم. بله بله، قیافه مهم نیست، مهم پررویی که تو داری. ولی جناب اینطوری فکر نکنید، قیافه خیلی مهمه. ورنیکل سلام، یه پیرمرد محترم اینجاست که ظاهرا از طرف تو اومده. آره یه کمی گرون فروشه. یه تخفیف جزئی. نه 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 نه، من 5,000 تا میدم. ورنیکل
صحیح نیست یه دوست قدیمی رو اینطور تهدید میکنی. آره آره، یه لحظه گوشی اون پرونده رو به من بده. سومی. بله بله، میخوام یه خبر جالبی رو برات بخونم. یادت اون شاگرد چاپچی که موجودی حسابکارش رو بود و رفت نوامبر 1894 و در ژانویه 1898 به 13 سال زندان محکوم شد؟ جالبه نه؟ آره، برای تو یه سوء تفاهم ساده است. میشناسیش؟ یکی از دوستان قدیمی خودمونه. خب ویکتور کوچولو چطوره؟ عالیه، اینقدر دوست دارم بچه ها رو تو این سن و سال. شیرین و جذاب. باشه باشه. کی؟ میبینم. خداحافظ. حل شد. و بسیار هم خوب حل شد. مبارک آقا، مبارک. مبارک شماست. ظاهرن من دیگه اینجا کاری ندارم، باید اینجا رو ترک کنم. با اجازه. در این مورد شک نکنید. آقای کاسل بناک، بفهم میتونم ازتون یه تقاضایی بکنم؟ خواهش میکنم. اگه ممکنه اجازه بدید من از بقیه بیوگرافی آقای ورنیکل یک کپی تهیه بکنم. پیرمرد خیلی پر. اوه بسیار خوب، دیگه در این باره صحبت نمی کنیم. آقایون با اجازه شما. پیرمرد محترم، یه چند لحظه من از شما خواهش میکنم همینطور عقب عقب سریع از در برید بیرون. چرا؟ وقتی که پشت تو به من میکنی واقعا حیفم میاد که یه چند تا اردنگی جانانه نسارت میکنم. اوه اوه بسیار خوب بسیار خوب بسیار خوب بسیار خوب بسیار خوب. با اجازه آقای. خب اینم از این. بله اینم از این. تو پاز عزیزم، چنین جونورایی وقتی اومدن اینجا یه کار کن، من حتما باشم. میدونم چه جوری باشون رفتار کنم. بله بله خیلی هم خوب میدونید. بله خب میبینمت. خداحافظ. بله آقای میوش اومدن و میخوام با شما ملاقات کنم. آقای میوش؟ بله. مگه بنده نگفته بودم که ایشونو هرگز راه ندید؟ ولی ایشون چندین بار به اینجا مراجعه کردن و اصرار زیادی دارن که با شما ملاقات کنم. راه نماییشون کنید لطفاً. بله بفرمایید. سلام دوست عزیز. جناب مدیر. بله بفرمایید. تمنا میکنم. بله دوست عزیز، من چندین بار تلاش کردم که به خدمت شما برسم ولی هر بار نبودید. البته درک میکنم، شما دیگه الان در امور تجاری هستید. اون هم چه تجارتی. اون هم چه تجارتی. ببخشید جناب مدیر، در این مورد به شما چیزی گفتن؟ طبیعتاً هر روز حوالی 8 صبح هیجان مطبوعی رو حس میکنم. از پنجره دفتر کارم شاهد عبور 3 ماشین جاروکشی هستم. اونها 3 مسیر موازی رو تی میکنن، با یک سرعت پیش میرن بدون اینکه به هم نزدیک بشن یا از هم سبقت بگیرن. هر 3 ماشین با زمزمه گوشنواز میچرخن و روی هر 3 ماشین اسم شما میدرخشه. سیستم توپاز. شاید باور نکنید ولی وقتی ماشین ها رد میشن من ناخودآگاه ادای احترام میکنم.
آقای مدیر، موردی برای ادای احترام وجود نداره. میدونم که شما مرد متواضعی هستید، اما شما نمیتونید دوستانتون رو وادار کنید که به شما افتخار نکنند. ای کاش میدونستید که ما چقدر از شما صحبت میکنیم. همین دیروز توی جلسه شورای انضباطی وقتی که به همکارانتون اطلاع دادم که قصد دارم ریاست توزیع جوایز رو به شما پیشنهاد کنم، اونها با چنان شادی و سروری از این خبر استقبال کردن که اگه بودید متأثر میشدید و به من فشار آوردن که بیام و رضایت شما رو بگیرم. یعنی بنده ریاست؟ بله، شما سخنرانی گیرایی ایراد خواهید کرد با کمی هیجان، حداقل امیدوارم. نه نه نه، یعنی امکانش وجود نداره. حالا بگذاریم، این مسئله که قابل حله. اما جناب مدیر، یک سوء تفاهم بزرگی بین من و شما اتفاق افتاده و چون که بنده شما رو مرد درستکاری میدونم، خودم رو موظف میدونم که به شما توضیح بدم. بفرمایید. خواهش، به شرطی که بین من و شما بمونه. منو اگر انقدر لایق میدونید که افتخار ابراز رازی رو بدید، من قول شرف میدم که اونو در ژرف‌ترین اعماق وجودم دفن کنم. متشکرم آقای مدیر، بنده دیگه آدم شرافتمندی نیستم. چی داری میگی توفاس؟ این حرفا چیه؟ بله، بنده دیگه یک آدم سوء استفاده چی بیش نیستم متاسفانه. دوست عزیز، شکست نفسی میکنید، این حرفا رو نزنید. آقای مدیر، بنده که خودم دارم عرض میکنم خدمتتون. آدم خیلی چیزا میگه، شما الان تسلیم اون ذوق تناقضگویی شدید که همیشه به سخنانتون جذبه خاصی میبخشه. با این وجود برای همراهی شما در این مزاح میخوام ازتون بپرسم، شما بازیچه کاستل بوناک شدید؟ دقیقاً. برای مزاح پیشتر باید بهتون بگم که شما بازیچه مردی پولادی شدید. یعنی به این معنی که هیچ خطری شما رو تهدید نمی‌کنه. آسوده باشید. آقای مدیر، ببینید، به سادگی میشه فهمید که بنده اون ماشین های جاروکشی رو نساختم. اینا خیلی ها باید بدونن. بسیار خوب، پرس کنیم بیان به من بگن. من پاسخ خواهم داد که من خودم با چشم خودم شاهد طرح و نقشه‌ای بودم که شما بی وقفه روی تخت سیاه کلاستون میکشیدید. یعنی شما شاهد بودی؟ من تقریبا در این مورد اطمینان کامل دارم، میتونم شهادت بدم هر کجا و هر زمان که شما بخواید. دوست عزیز، توپاس عزیز، میتونم یک سوال خصوصی از شما بکنم؟ خواهش میکنم. شما خیلی پول در میارید؟ بیش از حد تصورتون. چه جواب زیبایی، بیش از حد تصورتون. شما مرد فوق‌العاده‌ای هستی دوست عزیز، البته اینو از مدت‌ها پیش می‌دونستم. چه بسا که در جمع خانواده همیشه گفتم این پسر بسیار با استعداده، ولی متاسفانه روزی ما رو ترک خواهد کرد. به خانم میوش میگفتم اگر اون بخواد، منظورم شما بودی، اگر اون بخواد ما رو ترک کنه جلوش رو نخواهم گرفت. به هر حال دوست عزیز، این اثر دوستی خالصانه بود. روزی که آزادیتون رو از من تقاضا کردید، سعی نکردم دو دست شما رو بچسبم. اما حالا میخوام موضوعی رو با شما در میون بذارم که ذهن منو به خودش مشغول کرده. تو باز عزیز، من یه پدر بیچاره، چقدر هم بیچاره. ببخشید، دوشیزه میوش بیماره؟ افسوس، آیا همچنان به سرنوشت اون علاقمند هستید؟ اون مبتلا به دردی شده که خلاصی از اون ممکن نیست. ببخشید، ریه ها؟ قلب. قلب دوشیزه ارنستین؟ خب چرا به یک متخصص مراجعه نکردین؟
اون در برابر منه. افسوس، افسوس. همین چند وقت پیش که شما مایه افتخار آموزشگاه میوش بودید، متفکر و غرق در تعمقات علمی در راهروها قدم میزدید و همین مانع میشد که به زیر پاتون نگاه کنید، قلب این کودک بیچاره. قلب دخترتون؟ مرغ عشق در دل اون لونه کرده بود و من پدر کوردل متوجه نشده بودم. اما از زمان عزیمت شما رفتار اون دلم رو خون میکنه. اون مدام در کنار بخاری دیواری در رویا فرو میره. اون به طور غیر طبیعی تا حدی لاغر شده. توفاز عزیز، این اعتراف یه پدره، یه پدر بیچاره. آقای میوش، نه ببینید، خواهش میکنم حرفی نزنید که موجب پشیمانی بشه. اون اونجاست، اون دختر بیچاره تو اتاق انتظاره، با اضطراب در انتظاره که ببینید آقای میوش، بنده دختر شما رو از شما خواستگاری کردم و شما به جای هر جوابی منو از آموزشگاه بیرون انداختید. چی؟ شما دخترم از من خواستگاری کردید؟ بله، موافقم. به خدا موافقم. آقای میوش، به خدا موافقم. آقای میوش، هرنستین بله. خانم ارنستین میوش مایلن که با شما. سلام. سلام. بفرمایید لطفاً. بله. آقای توپاس، من خیلی خوشحالم. از چی؟ من میدونستم که بالاخره پدرم موافقت میکنه و همه چیز درست میشه. ببخشید، با چی موافقت میکنن؟ پدر نگفتن که موافقن؟ با درخواستتون دیگه. من البته میدونم که نباید به این زودی ها بله میگفتم، ولی میدونید من حتی دلم نمیخواست شما یک ذره دچار نگرانی بشید. در هر حال آقای توپاس، جواب من بله هست. ببینید خانم میوش، امیدوارم که از حرفایی که الان میخوام بزنم رنجیده خاطر نشید. رنجیده خاطر؟ آقای توپاس، شما از این به بعد میتونید هر چیزی که میخواید به من بگید بدون اینکه یک ذره نگران رنجیده خاطر شدن من باشید. امیدوارم. ببینید خانم میوش، درسته که یک زمانی بنده شما رو از پدرتون خواستگاری کردم و ایشون به من جواب رد دادن و حتی بدتر، از اون به بعد دیگه تمایلی به این قضیه، یعنی تکرار این ماجرا نداشتم. اصلا منظورتون رو متوجه نشدم. ببینید، خب یه بار دیگه، منتها این بار خیلی واضح تر خدمتون عرض میکنم. خانم میوش، بنده دیگه تمایلی به ازدواج ندارم. جدا؟ بله.
سیستمیوش ببخشید، بنده اسمم آلبرت. آلبرت؟ بله آلبرت. خانم میوش لطفا این بازی مسخره رو برای من در نیارید. پاشید لطفا، پاشید، پاشید، خودتون رو جمع جور کنید لطفا. بله آقای کاسل بونک مایلن که با شما ملاقات داشته باشن. چند لحظه. خانم میوش میبینید که من واقعا گرفتارم و کار دارم، الان فرصت ادامه این بحث رو ندارم. ببینید اگر که مایل باشید میتونیم این بحث رو یه روز دیگه ادامه بدیم، چطوره؟ خیلی خوبه. فردا، فردا، فردا کجا؟ فردا متاسفانه من مجبورم اینجا بمونم. خب مشکلی نیست، من فردا میام همینجا، فردا میام همینجا به دیدنتون. لطفاً خانم میوش رو به بیرون راهنمایی کنید. آقای کاسل بونک هم بگین که وارد شن. خداحافظ. 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 خواهش میکنم دیگه به من اصرار بیش از این نکن. رئیس همه چیزو میدونه، خیلی هم از بله. ببخشید جناب رئیس، آیا لازمه که چیزی رو توضیح بدم خدمتتون؟ نه متشکرم، هیچ چیزی رو نمیخواد برای من توضیح بدی. خانم برای من تعریف کردن که در غیاب من چه گذشته. بله و من حقیقتا فکر میکنم که هیچ چیز بهتر از این نیست که ما از هم جدا شیم. یک هدیه ناقابل برای خدافظی. ببخشید این چیه؟ نشان افتخاری که رژیس برات درخواست کرده. نشان افتخار فرهنگستان؟ بله. یعنی بنده واقعا الان اینو رسما دارم؟ بله، رسمی تر از اون نمیشه. فردا اسمتو بین اسامی ارتقای رتبه میبینی. نظر درباره منصب جمع جور معلمی مثلا در مدرسه اوران چیه؟ یک حقوق آبرومند، سه ماه تعطیلی و یک چهارم بابت حق سکونت در منطقه محروم. خوبه؟ نه جناب رئیس، خیلی ممنونم. شاید یه مبلغ ناچیز بابت حق سکوت میخوای؟ نه خیر، مبلغ ناچیز بعدش هم شاید هم یه مبلغ کلان. انقدران نادان نیست. تو پاس خودتو به حماقت نزن. فکر نکن میتونی منو دور بزنی. اراده کنم لخت او از این در بیرونت میندازم و قبل از هر چیز برای خودت پاپوش درست میکنی. من اهل حق و سکوت نیستم. رک و راست به من بگو چی میخوای. دوستانه بهت میدم اما با تهدید نه. بنده میخوام اینجا بمونم قربان. که چه غلطی بکنی؟ میخوام امتحان پس بدم. فکر میکنم که قبلا امتحان تو پس دادی. نه خیر قربان، از اون چیزهایی که تا به اینجا به صورت مبهم فهمیدم تا به حال هیچ اطلاعی نداشتم. چه چیزهایی؟ احتمالاً زندگی اون چیزی نیست که بنده فکر میکردم و احتمالاً حق با شماست. از اون گذشته بفهمی. به آقایی که منتظرن چی بگم؟ کدوم آقا؟ آقای روبیزوله. اجازه میفرمایید که بنده مسئولیت این ملاقات رو به عهده بگیرم؟
ضایع کردن یه معامله دیگه؟ نه 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 بنده یه بار دیگه بهش اعتماد کن. من نمیتونم این کار خطرناک رو بکنم. خواهش میکنم به خاطر من. پس این نشان افتخار رو به خودت آویزون کن تا اعتماد به نفس بیشتری داشته باشی. آه آه بله بله چشم حتما بدید به من. بله باعث افتخاره. متشکرم. نتیجه جلسه رو ساعت 8:30 شب در کافه ماکسیم به من اطلاع بده. بله بله چشم قربان. بفهمید. بریم دادستان منتظرمونه. ببخشید دادستان برای چی؟ نگران نباش صرف شام. خوش بگذره. خیلی ببخشید به این آقا بفرمایید که چند دقیقه دیگه تشریف بیارن تو. بله ممنونم. آقای مهندس آلبرتو پاز به خاطر خدمات بی‌نظیر او. خدمات بی‌نظیر. بی تو مهتاب